سلام به همه، خوش آمدین. من جلوترم لایف آمدم، نمیفهم چرا قطع شد، معذرت. حالا ببینم دوستان بیان که بعد از مدت های زیاد، خیلی خیلی وقت میشه که من لایف نیامدم و با هم صحبت نکردیم، به سوال شما جواب ندادم، به خاطر از اینکه روز به روز هرچی آدم احساس میکنه که باش که امروز من خیلی کار دارم نمیتونم، امروز خیلی کار دارم نمیتونم، روز به روز کار آدم بیشتر شده میره و کم شده نمیره. به این خاطر گفتم بیام که با هم دیگه صحبت کنیم. ببینم کیا هستن، نمیفهم استوری من دیدین ندیدین، میفهمین موضوع برنامه چیه یا نه. موضوع خاصی هم نیست، میخوام در مورد بورسی تحصیلی امید فردا که از طرف دانشگاه برمن هست صحبت بکنیم و همچنان در مورد ویدیویی که چند روز پیش گذاشته بودم در مورد پذیرش سالانه 5000 پناهجوی افغان به آلمان. مثل همیشه شما میفهمید وقتی من خود شما صحبت بکنم، از اول با جنگ و گله گذری خود شما شروع میکنم. پیش از همه باید بگم کسایی که به این صفحه خصوصی اینستاگرام من هست، شمایی که اینجا هستین، دوستای بسیار خصوصی من هستین و حتی صفحه من زیاد باز نیست و همگی کسا نیستن، مثل منظومه که فیسبوک و یوتیوب نیست که برنامه کاری و خبری باشه و اینجای بسیار موضوعات خصوصی است. اگر گاهی هم میان با هم صحبت میکنیم بسیار صمیمانه است، مثلی رسمیات نیست که به عنوان یک فرد رسمی اینجا آمدم با شما صحبت کنم، بنان میتونیم خیلی با هم با شما راحت و تحت و لفظی صحبت میکنم، با شما شوخی میکنم و همینجی باز دوباره میگم اون ده کسایی که میاین استوریا و لایف های خیلی خصوصی من از اینستاگرام ثبت میکنن، باز میبرن به خاطر 4 تا لایک و کامنت و 2 روپیه پول به صفحات یوتیوب و تیک تاک اینا نشر میکنن، کارشان اصلا درست نیست. شانس شماست که من خیلی مصروفم و امر نمیبینم، اگر امر ببینم و گزارش بدم واقعا اکانت شما رو میبنده. تیک تاک و یوتیوبی کار نکنین، زشته. شما اجازه نداریم لایف های خصوصی آدم ها ثبت کنین و باز نشر کنین که از اونا بخوا پول پیدا کنین، او رو هم با یک تیترهای بسیار عجیب و غریب خب بگذارین. حتما مطمئنم کسایی که تلایف هستن امیال خیلی ها باز دارن ثبت میکنن که باز برن برای خواهز روی پول پیدا کنن، مهم نیست. در همین دو موضوع سوالات خوب من بنویسین، اول یک توضیحات کلی در مورد هر دو موضوع میدم، چون هر دو تا ویدیو که من نشر کردم خیلی سوال پرسیدین و من متاسفانه وقت نمی کنم بیام دونه دونه به همه سوال شما جواب بدم و بیشتر سوال هم تکراری هست. به خاطر اینجا بیامدم که کلی و خلاصه صحبت کنیم، اگه هنوز هم سوالی بود باز من در خدمت هست. در مورد بورسیه تحصیلی امید فردا که دانشگاه برمن در آلمان اعلان کرده، یک بورسیه است که کسایی که در افغانستان در جریان تحصیل بودن، یعنی کسایی که از دوره تحصیلی خلاص شدن حالا میخواین باز باستری بخونن، یا کسایی که هنوز وارد دانشگاه نشدن از مکتب خلاص شدن میخواستن وارد دانشگاه بشن، متاسفانه نه، کسایی که در دوران در جریان تحصیل بودن، سمستر اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، حالا هر چی که بودن، فرقی هم نمیکنه خانم ها باشن یا آقایان میتونن ثبت نام کنن برای بورسیه. موسوی صاحب سوال شما رو میخونم. اول در مورد بورسیه تحصیلی صحبت میکنیم، بعد در مورد مسئله پذیرش یا قانون جدید در آلمان. کسایی که به افغانستان گفتم از تحصیل باز موندن، در جریان تحصیل بودن، حالا چی به دلیل طالبا یا چی به دلیل مشکلات امنیتی یا مشکلات اقتصادی یا هر دلیلی که هست، میتونن اسناد تحصیلی خور، مدارک تحصیلی خور که نشان بده محصل بودن، در جریان دانشجویی بودن، در جریان دانشگاه بودن، ای که به چه رشته درس میخوندن، چند ساله هستن، زبان آلمانی یا انگلیسی یکی از اینا رو باید یاد داشته باشن، میتونن به این بورسیه ثبت نام بکنن و یک ماده دیگه ملحق داره و بیان به آلمان در دانشگاه با درس خوندن. البته من لینک این برنامه رو به شما گذاشته بودم زیر اون ویدیویی که نشر کردم که متاسفانه خیلی از شماها ادعا کردین که لینک رو نمیتونین باز کنین. نمیفهمم که واقعا چرا برقم خاموش شد.
اینجا دوباره یک دفعه دیگه میخوام لینکر به عنوان کامنت بگذارم، ببینم شما میتونین بازش کنین یا نه. من به کامنت که به ویدیو که گذاشته بودم همه شما گفته بودیم که حالا نمیفهمم. ببینین شما همین لینک میتونین باز کنین یا نه. باش گیرم پین کنم. سوالات که مربوط به دو موضوع نباشه را از آخر میتونیم صحبت کنیم، جواب میدم. سوال در مورد آمدن و پذیرش و اینجا میبینم در مورد پیوند خانواده و پذیرش و اینا پرسیدین، اینا رو بعدن جواب میدم. اول رو همین مسئله میخواستم صحبت کنم. لطفا کسایی که هستین میتونین روی همین لینکی که گذاشتم در کامنت که لینک ثبت نام هست برای بورسیه تحصیلی امید فردا، ببینین کلیک کنین ببینین میتونین باز کنین یا نه. چون وقتی که به پست به شما گذاشته بودم ویدیو، همه شما گفته بودین نمیتونین باز کنین و من نفهمیدم چرا. آخ ببینین خانم فرشته میگن من از استوری باز کردم و ثبت نام کردم. بارک‌الله به شما. آها خب به این معنا که خیلی از دوستان اینجا نوشتن که تونسته بودن لینکر باز کنن از داخل استوری و ثبت نام بکنن. پس حال دلمه یکم مدرد دلمه آروم شد که حداقل شما دیدین که او برنامه واقعی هست و خیلی از شما هم ثبت نام کردین. حالا این لینک اینجا هم گذاشتم. اگر این لینک باز نمی کنه میفهمین باید چیکار کنین. ایتا اوتومات اگر روش میزنین باز نمی کنه، کپی کنین لینکر از داخل همین کامنت و داخل براوزر یا داخل گوگل خو پست کنین، بعد از اون سرچ کنین پیدا میکنین. این بورسیه برای جوانا هست، مواظب باشین و اگه حتما کوشش کنین. بعض وقت ما افغانا کم تنبل هستیم، همیشه که یک شانسی به ما برابر میشه که یک جای ثبت نام کنیم یا یک امتحانی بدیم یا یک سفری بریم یا به یک موضوعی، میگم نمیشه، او برای ما نیست، خودم شانس ما بالا بیاد یا نه، چی به دروغ روز خورشون کنم. از تنبلی بعض وقت ما و شما خیلی از شانس ها رو از دست میدیم و من متاسفانه این تجربه را تا خود بم داشتم. ما و شما همیشه تقصیر هم میندازیم به گردن دیگرا به خاطر از اینکه حالا فکر کنین شما که این میشه یا نمیشه. حالا نه تنها این، شانس های دیگه، کارهای دیگه، هیچ وقت تنبلی نکنین. همیشه بزرگترین اتفاقا به زندگی آدم در یک لحظه میفتادم، یک لحظه وقت میگذاره و اصلا فکرش هم نمیکنه به اتفاق میفته. ولی متاسفانه بیشتر از ما افغانا داره است که اگر بگیم بیا اینجا ثبت نام کن، بیا این موضوع رو، بابایی به درد من نمیخوره، خودم کیار میبرن، مار ببرن نیارن، این مثلا خودم به قصی و ماکسی بشه یا نه. یاد نرفت شما میفهم وقتی من میشیرم خود شما به درد دل دیگه باز اوتومات میره داخل هیراتی سوچه که من شما گله گذاری کنم. خب این بود در مورد بورسیه تحصیلی که به شما گذاشته بودم، قول داده بودم میام سوال شما رو جواب میدم. زیر 35 سال باید باشین، زبان آلمانی یا انگلیسی در حد متوسط، باید حداقل انگلیسی در حد متوسط باید یاد داشته باشین، باید محصل برحال باشین یعنی که فعلا دانشجو باشین در افغانستان و دانشگاه را به دلایل امنیتی و تهدید و اقتصادی و هر دلیل دیگه ترک کرده باشین، که بیشتر فکر میکنم دختر خانم ها شانس داشته باشن ولی برای آقایون هم هست در دانشگاه برمن. خب ای شد از ای. ولی وقتی به شما یک لینک میگذارم یا یک برنامه معرفی میکنم لطفاً که این مرم در کنین. میاین خیلی از شما مینویسین لطفاً رهنمایی کن، مثلا لینک میگذارم داخل لینک شما برین همه اطلاعاتش هست، ولی دونه دونه نام خدا 2000-3000 نفر میاین از من میپرسین میتونی رهنمایی کنی، میتونی سوال به من جواب بدی، چی رقم میتونم ثبت نام کنم، به کدوم دانشگاه است، من میتونم بیام یا نه. به خاطر متاسفانه من کامر جواب داده نمیتونم و دل شما میشکنه. من که منظور منه که اگر لینک به شما میگذارن میگذارم یا یک برنامه به شما معرفی میکنم بقیه زحمت های دیگه خود شما بکشین. خب حالا میام سر مسئله دوم. مسئله دوم مسئله بود که من چند روز جلوتر برای شما یک ویدیوی گذاشته بودم که وزارت داخلی آلمان بالاخره قبول کرده که حداقل سالانه 5000 از شهروندان افغانستان که جانشان به خطر در خستگی هایشان بپذیره، سماشو که نگرفتم بیاره به آلمان. حالا داستان چیه؟
اولین سوالی که شما همه 5-6 هزار نفر از ما پرسیده بودین، فکر کنین 5 هزار نفر بپرسن دیگه مطمئنا هیچ کس نمیتونه جواب بده. خب میگن لینک نکاپی میشه باز میشه، بعد از امی لایف دوباره لینک میگذارم داخل استوری، به داخل استوری میتونین رویش کلیک کنین باز کنین، منتظر باشین. موضوع اینه که احزاب دسته چپی یا کسایی که طرفدار مهاجرت به آلمان هستن، اینا از اون وقت سقوط افغانستان فشار میارن روی دولت ائتلافی آلمان که باید تعداد زیادی از شهروندان افغانستان، چی کسایی که با آلمانیا کار کردن، در دفاتر خارجی کار کردن، چی کسایی هم که کار نکردن مثل زنا، وکلای مدافع، سارانوالا، کسایی که نظامی بودن، سیاسی بودن، فعالان حقوق بشر، اینا رو باید آلمان قبول بکنه، بیاره با آلمان، جانشان به خطر است، بزینه پناه بده. دولت آلمان، دولت ائتلافی قبل متاسفانه همیشه رد میکردی درخواست رو قبول نمیکرد. و دولت جدید البته کمی نرم خویانه تر است در حصه مهاجرت. زمان شکنه گرفتم. همیشه وقت دادم مایه برای کمی آروم تر و درست تر صحبت کنه از همیشه خرابتر میشه. اولا که معذرت که صدام کم گرفته، من یک هفته سرماخوردگی شدید گرفته بودم. دیوم از این که خب نمیفهم درست صدام رو میشنوندنی، اولین باره از این گوشه که استفاده میکنم، کمک ذره هنوز ندیده، شوخی میکنم. به هر حال دولت آلمان خب اینا میگفتن حداقل سالانه باید 100 هزار بیاری و خود سازمان های حامی پناهجویان فشار میاره برای آلمان که باید تمام کسایی که با آلمان کار کردن، فرقی نمیکنه کارمند دائمی بودن، موقت بودن، حال خود آلمان فقط کسر به عنوان کارمند محلی خو میاره که کارمند رسمی یکی از نهادهای خود آلمانی بوده، کارمند قراردادی نبوده، بعد از سال 2013 کار کرده باشه. حالا سازمان های حمایت از پناهجویان میگن تمام کسایی که با آلمان کار کردن، چی کارمند موقت بودن، چی دائم بودن، چی اصلی بودن، چی قراردادی بودن، حتی خانواده هایشان و تا بچه های بالای سن 18 سالشان باید آلمان مسئولیت داره بیاد. بالاخره همی گفتگوها، همی دسکسیان ها به پارلمان آلمان، بین احزاب آلمان، در دولت آلمان از آگوست پارسال که تا افغانستان سقوط کرده تا حالا جریان داره که وزارت داخلی آلمان که تصمیم گیرنده اصلی است در این برنامه تا حالا زیاد دنبتله نمیداد، قبول نمیکرد. حالا نهایتش مثلا رفته خیلی لطف بکنه، گفته سالانه 5000 میتونم بپذیرم بیارم، که ایره این مقدار هنوز باز احزاب اپوزیسیون دولت آلمان، نهادهای حامی پناهجویان اینا قبول نکردن. یعنی این مقدار خیلی کمه، خیلی بیشتر از اینا به افغانستان هستن که نیاز به کمک دارن و جانشان شدیدن به خطر است. به خاطر همین شما ای از من میپرسین کجا ثبت نام کنم، لینکش بفرست. هنوز این برنامه نهایی نشده که بهش میگن بوندس آفنامه پروگرام، یعنی یک آفنامه پروگرامی که به سطح کل آلمان قراره عملی بشه. اما یک برنامه هایی هم شما حتما شنیدین که آفنامه پروگرام هست برای بعضی از ایالت ها مثل برلین که یک آفنامه پروگرامی داره. او باز شرایط خاصی داره، کسی میتونه خانواده خور بخواهه یا دعوت بکنه، تمام مصارفش بده، هزینه هایش بده، بیمهش بده و ضمانت بکنه که این آدم با تمام مصارف ما در آلمان زندگی میکنه. او یک کاملا برنامه جداگانه است که برای سوریه ها هم هست، برای عراقی ها هم هست. ولی این بوندس آفنامه پروگرامی که فعلا از 5000 نفر صحبت میشه که به سطح آلمان هست، همه در همه ایالت ها اجرا میشه، برنامه است که اگر پارلمان قبول بکنه همین مقدار تعداد 5000 نفر در سال، در یک ماه دو ماه آینده شاید مثلا جزئیاتش مشخص بکنن که کیها میتونن شامل برنامه بشن، از چی طریق میتونن ثبت نام بکنن، چه اسناد و مدارک لازم دارن. باز همین چی ما به شما اطلاع رسانی میکنیم، برای شما ویدیو درست میکنیم، هم از انبوک جرمنی هم از صفحات خصوصی ما به شما نشر خواهد شد، به شما میبینین. این بود توضیحاتش، چون خیلی پرسیده بودین که خب یک نفر که من نمیتونم همین توضیحات بدم به خاطر. الان میایم سوالات متفرقه رو جواب میدیم، میبینیم که چی سوالای بیشتر پرسیده شده، همون سوالا رو جواب میدیم. اول باش که من یک کامنت را از رو پین پس کنم. میگن آیا بورسیه اوسبلدونگ هست یا ماستری؟ بورسیه های ماستری هست. بورسیه در آلمان چی رقم؟ کسایی که تحصیل میکنین خود شما باید تحقیق کنین. کسایی که میخواین به آلمان به درس خونده بیاین، خب یعنی که باید یا انگلیسی یا آلمانی بلد باشین. کسی هم که یا انگلیسی یا آلمانی بلده کمی باید خود خور اذیت بکنه،
اینترنت هست، لپتاپ بگذاره پیش خو، در باره تمام دانشگاه آلمان تحقیق بکنه، رشته تحصیلی خودت تحقیق بکنه، بورسیایی که اونجا هست تحقیق بکنه. بله هست، امکاناتش هست، فقط باید کمی زحمت بکشین. میگن یک سوال لطفاً. خب موضوعات مثل اینکه سوال دارم لطفاً سوال من جواب بدین، اینا رو نپرسین که خب چون کامنت هم زیاد میشه منم نمیتونم ببینم، فقط مستقیم سوال خوب بنویسین. بله موصل پانتون خصوصی هم قبول میشه، فرقی نمیکنه. میگن وضعیت قبولی در آلمان چقدر؟ وضعیت قبولی در آلمان که همیشه خوب بود و حالکو خوبتر هست، چون وضعیت افغانستان طوری است که دیگه واقعا کسی نمیتونه بره به افغانستان زندگی کنه و همه واقعا چون اینا به خطر، به این معنا که دیگه کسی رد نمیشه. میگن کسی که ایران هست دانشجو است نخیر، مخصوص کسایی میشه که فعلا در افغانستان هستن به خاطر نجات جانشان هست. اگر کسی در ایران است به این معنا است که جانش به خطر نیست. زهرا رضایی، زهرا جان چطوری؟ جگرم خوبی؟ تشکر، من خوبم. خب ببینم سوالا دیگه، شما دیگه سوال پیدا نکردم تا حاله. جگرم نی، تشکر زهرا جان، واقعا قرار شد بیای برلین. میگن آیا روند تخلیه شروع میشه از ایران؟ من مدت 8 ماه میشه در ایران هستم، که البته نمیفهم منظورشان چیست از روند تخلیه. دقیق نمیپرسن در ایران 8 ماه هستن یعنی تاییدی گرفتین، ویزا دارین ندارین، تاییدی دارین ندارین. اگر فقط همین رقمی که جان شما به خطر به ایران فرار کردین و به ایران زندگی میکنین، قرار نیست که بر شما روند تخلیه عملی بشه یا اجرا بشه. کسایی که تا حالا جواب نگرفتین، بله باید به سر وکیلا خوب فشار بیارین که از محکمه به شما وقت اینترویو دوم بگیره. میگن خواهر من یک سمستر مونده خلاص بشه. خیلی از دانشگاه آلمان حالا به دختر خانم‌ها کمک میکنن در به خاطر تحصیل، نه که از تحصیل باز موندن. رشته تحصیل، سیستم پیدا کردن بورسیه یا درس یا پانتون در آلمان چه رقمه؟ خیلی طولانیه. حالا اگه توضیح بدم خیلی برای شما طولانی تر میشه. شما دانشگاه آلمان تئوریه که هر دانشگاهی فقط 2 تا 3 تا رشته اختصاصی درس میدن، مثل افغانستان نیستن که نام خدا طب و حقوق و اقتصاد و تاریخ و غیره درس دادن همر نی. بر دانشگاه 3 تا 4 تا رشته به صورت تخصصی درس داده میشه. شما رشته که مهم درس بخونید، اول باید ببینید که این رشته تحصیلی شما در آلمان در کدام شهرها در کدام دانشگاه ها تدریس میشه. بعد همون دانشگاه مخصوص پیدا کنین، برین داخل وبسایتشان، هم بورسیه‌هایشان رو می‌بینین، هم پروگرام آموزشیشان رو می‌بینین، هم نحوه ثبت نام دانشجوهای بین‌المللی رو می‌بینین، همه اطلاعات هست. متأسفانه خود خو هیچ چی خار نمی‌کنین، منتظرین که یکی بیای برای شما برای همه این اطلاعات پیدا کنه، بیا بگه ما بفرمایم. میگن یکی از فامیل‌های افغان می‌شستم. بله متاسفانه خیلی از افغانا، نه تنها افغانا، سوریایی‌ها، عراقی‌ها و خصوصا افغانا این روزا زیادتر از خونه‌ها که خونه‌هایی که مربوط به سوسیال هست منتقل می‌کنن به کمپ که خونه‌ها رو بدن برای پناهجویان اوکراینی، که خودش بزرگترین تعصب و نجات پرستی است در آلمان متاسفانه و خیلی هم سرش داره بحث میشه. میگن اگه کس در کشور دوم باشه فعلا ولی دانشجو هست به افغانستان میکنه، نه خیلی باید افغانستان باشن، حتما هم باید دانشجو باشن هم باید افغانستان باشن. منیر جان جیگرم تشکر، خیلی خیلی وقت من لایف نمیدم، امشب آمدم که صحبت بکنیم. میگن چرا کسانی که از یونان آمدن 1 سال میشه اینترویو دادن، چرا داره بهم چوب نمیده؟ در مورد کسانی که از یونان آمدن متاسفانه یک موضوع، یک پرونده خیلی بزرگی است. بیش از 30,000 نفر امیال در آلمان زندگی میکنن که قبولی یونان داشتن آمدن به آلمان. یعنی دقیقاً سوء استفاده از قوانین دبلین و قوانین اتحادیه اروپا است که مرزشون باز است. اینا اقامت و پناهندگی یونان گرفتن آمدن به آلمان، دوباره پناهندگی دادن که در اصل طبق قوانین پناهندگی این کار غیر قانونی است. از طرفی هم این پناهجویان میان ادعا میکنن که شرایط زندگی انسانی در یونان نیست، که متاسفانه هم نیست، حق دارن. به این خاطر الگ دادگاه های آلمان و اداره مهاجرت آلمان به یک حالتی وضعیتی گیر کرده که نمیتونه به اینا بگه نه همه رو پس بفرسته، نمیتونه بگه بله همه رو یک بارگی قبول کنه. به این خاطر سال هاست که در این مورد دارن صحبت میکنن و کیس به کیس دارن تصمیم میگیرن. یعنی بعضی کیس های خیلی حاد و خاصر قبول میکنن، بقیه رو منتظر میگذارن تا ببینن یک راه حل عمومی پیدا کنن. به این خاطر کسایی هستن که 3 سال 4 سال میشه از یونان آمدن،
و به قبول یونان و هنوز سرنوشتشان تعیین نشده و هنوز دولت آلمان در قبال این 30,000 نفر هیچ تصمیمی نگرفته، چون یک تصمیم خیلی مهم است. یا باید به همه رد بدن یا باید به همه قبولی بدن. میگن از طریق یک مؤسسه، از طریق یک مؤسسه جیازه معرفی شدم، اسناد را فرستادم، گفتن که درخواست به وزارت خارجه ارسال شده. وزارت خارجه چیز را چه چیزی را بررسی میکنه؟ ایلیاسیان آقای موسوی، وزارت خارجه نمیفهم که شما اولا از طریق چه مؤسسه اسناد فرستادین، یعنی درخواست شما چی بوده، یعنی به عنوان کسی که جان شما به خطر بوده یا به عنوان کسی که به یک طریقی با آلمان کار کرده بودین. اگر فقط به عنوان از اینکه جان شما به خطر بوده، یعنی خبرنگار بودین یا مثلا فعال مدنی بودین یا سیاسی بودین، متاسفانه این پرونده باید بگم که خبر ناامید کننده هم هست، اما باید بگم که کمتر بررسی میشه. درخواستی های زیادی به وزارت خارجه فرستاده میشه، اما وزارت خارجه فعلا فقط و فقط درخواستی های کسایی که با آلمان کار کردن بررسی میکنه. درخواستی های کسایی که چون دو تا نو تخلیه یا برنامه نجات است، یکی برای اوتسکریفتا یا کارمندای محلی ادارات آلمانی و یکی به زوندت گفردت لایدن، اشخاصی که به صورت ویژه در مرز خطر هستند. کسایی که در مرز خطر هستند متاسفانه از سپتامبر سال فقط و مو دو هفته آگوست، اول آگوست خیلی ها پرونده هایشان بررسی شد و هزاران نفر تاییدی هم گرفتن و دارن میان. بعد از او خیلی 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 به صورت ویژه، به صورت خاص باید باشه که یک پرونده بررسی بشه و قبولی بشه و تاییدی بگیره. در غیر از اون متاسفانه فعلا برنامه های افرادی که جانشان در خطر است و با آلمان کار نکردن زیاد بررسی نمیشه. حالا میان سر سوالشون، اگر بررسی بشه خب همین مدارک دیگه، ادعای شما رو میبینن، شما چی ادعای کردین که چرا جان شما به خطر هست و اسناد و مدارکی که به خاطر از او تهیه کردین بررسی میشه، ای که سوابق کاری شما، تحصیلی شما همه بررسی میشه. آیا ببینن ادعایی که شما دارین که آیا جان شما اگر از افغانستان خارج نشین به خطر است درست است یا نه، این چیزایی که بررسی میشه دیگه، طبق شواهد و طبق چیزایی که شما مینویسین و اسناد و مدارکی که ارائه میکنین تصمیم میگیرن که بله واقعا اشد ضرورت هست، یعنی به صورت ویژه در معرض خطر هستین یا نه. فهیمه فرهاد میگم پدرم مدت 10 سال با یو ان دی پی و همچنان دکترم بدون سرعت کار کردم با توجه به اسناد درسته، در آگوست سال گذشته ایمیل دادم ولی جواب درست نگرفتم، حالا هم بیرام باشه. فهیمه جان متاسفانه خب خیلی ها از با آگوست درخواست دادن، یعنی شما فکر کنین که بیش از 2 میلیون افغان فقط در ماه آگوست و سپتامبر با آلمان درخواست نجات داده بودن، که فقط متاسفانه اینا خب نه امکانات بررسی همه پرونده ها داشتن، نه همه درخواستی ها خواندن، اما تو شانسی از اون تعدادی که خوانده بودن یک تعداد تاییدی گرفتن، ولی بقیه هنوز که به بررسی پرونده هاشان نرسیده بود که برنامه ختم شد و اول سپتامبر برنامه برای افرادی که در مرز خطر بودن ختم شد و خیلی ها جا ماندن، نه تنها خانواده شما. خب سوالات بعدی، ویزه میگن رایگان نیست، ویزه تحصیلی باید 10,000 یورو در بانک بلاک شه. بله، شما وقتی میگیم بورسیه که بالمنی بهش میگن اشتیپندیوم یا مو انگلیسی که میگن اسکالرشیپ، شما وقتی اسکالرشیپ میگیرین یا بورسیه میگیرین رایگان هست. شما به عنوان کسی که بورسیه میگیره میرین به آلمان، ولی اگه خود شما اقدام بکنین به صورت خصوصی در دانشگاه برین اقدام بکنین برای تحصیل و مخصوصا در دانشگاه خصوصی یا هم دولتی بیاین، خب مطمئنا باید پول داشته باشین به حساب، خب اینجا بیاین تمام از اینا به دوش خود شماست. میگن وکیل میگه منتظر بمانین. سوال شما رو نفهمیدم، اصل سوال شما. فیلی افغانستان اثر دارد به ویزه تحصیلی اگر شرط زبان آلمانی تو هن؟ برای ویزه تحصیلی شرایط افغانستان تاثیر نداره دیگه، نه چون شما به تحصیل میایین ربطی نداره، باید زبان یاد داشته باشین که بتونین تحصیل کنین، اگه زبان بلد نباشین که نمیتونین تحصیل کنین. شرایط آمدن، شرایط افغانستان فعلا برای قبولی، این چه که زود قبول میشن، برای سرعت در پیوند خانواده اینا تاثیر داره، ولی برای ویزای تحصیلی متاسفانه نداره. میگن تاییدی پذیرش گرفتن و اسنادای ما هم خواستن، خب دیگه باید منتظر باشین پروسه شما حتما شروع شده.
خانم پوپل میگن یک هفته میشه خانواده جواب گرفتن، قرار است اونا رو بیارن با آلمان، از کشور دوم میارن یا فرق نمی کنه از هر کشوری که بیارن بازم از افغانستان خارج میکنن دیگه. کسایی که جواب میگیرین، تاییدیه دریافت میکنین، تمام پروسه برای شما گفته میشه دیگه، برای شما گفته میشه که میتونین از ایران یا پاکستان یا تاجیکستان یا ازبکستان، از هر کشوری که به شما امکاناتش دارین به اونجا بیاین، به سفارت آلمان مراجعه کنین. کسایی که تاییدی نایر میکنن، اول برشان یک کد میه، بعد از این کد میه دوباره برشان ایمیل میه که اسناد خوب بفرستین، اسناد خوب که بفرستن دوباره برشان ایمیل میه که بله درخواست شما پذیرفته شد، برشان باز یک کیس نمبر میایه یا بی ام آی که بهش میگن از وزارت داخله، باز برشان گفته میشه که با این نمبر شما میتونین به یک از سفارتهای آلمان در ایران یا پاکستان یا تاجیکستان یا ازبکستان بر جایی که دسترسی دارین با این نمبر برین به سفارت، بر شما ویزا میدن که شما میایین به آلمان. فرق هم نمیکنه، هر کشوری که دسترسی داشته باشین میتونین برین. در مورد رشته تحصیلی 6 ساله و 4 ساله متاسفانه چیزی زیاد معلومات ندارم. چیزی هم که زیاد معلومات نداشته باشم نمیتونم برای شما جواب بدم، چون اگه دوستان پرسیدم به رشته تحصیلی 6 ساله است میتونم بیام، زیاد اطلاعی ندارم. میگم من در آلمان زندگی میکنم، میتونم مادر برادر و پدر خو برام؟ نه متاسفانه. این سوال جوابش خیلی سخت است، به خاطر از اینکه نمیتونم بگم ها. خیلی کسایی که با آلمان زندگی میکنن میگم میتونم خانواده خو بیارم، جوابش بسیار سخت است. نمیتونم بگم ها، نمیتونم بگم نه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه نه، اولا که شما فقط با آلمان زندگی میکنیم نمیتونیم خواهر مادر خو بیاریم، ولی اینم امکان داره که اگر شما شرایط اقتصادی خیلی خوبی داشته باشین، حساب بانکی پرپولی داشته باشین، ماهانه عاید بالای 5000 یورو داشته باشین، خانه بزرگ داشته باشین، جا داشته باشین و خانواده شما شدیداً تحت خطر و تهدید باشن، میتونین با بدوش گرفتن تمام هزینه ها و ضمانت پرداخت تمام خرج و هزینه ها از اونا از طریق وکیل برشان درخواست کنین که اونا بیان اینجا به آلمان یک سال یا دو سال یا سه سال و شما تمام هزینه ها به دوش شماست و دولت هیچ مسئولیت خبر از اونا نداشته باشه. این امکانش هست اگر اقدام بکنین، ولی ایتم نیست که هر کس هم پول داشته باشه بتونه خانواده خوب بیاره، ولی در بعضی از ایالت ها ممکنه هست امتحان کنین، اما صرف به دلیل از اینکه شما اینجا هستین خانواده خوب بیاریم نه متاسفانه. در مورد ماجرای که یونان اومدن صحبت کردیم، وقتی ویدیو لایف خلاص شد سیو میکنم اول ویدیو رو ببینیم. موفق نشدم بیرون برم چندین رو هم امتحان میگن. من در آلمان شوهرم تازه قبولی گرفته در آلمان، از پروسه تخلیه نتونستم بیام، چنین رو نتونستم الان بیام چیکار کنم؟ خب اگه تازه قبولی گرفتن شوهر شما دیگه میتونن باز برای شما درخواست پیوند خانواده کنن، تنها راهی که میتونین بیاین از طریق پیوند خانواده است. برق مرد گروم لایت مردم گل میشه. میگن من قولی اکساله دارم، بعد من در ایران نامزد شدم، چیکار باید کنم که از آلمان بیارم؟ لطفاً بگین. با قبولی یک ساله متاسفانه آوردن خانواده بسیار سخت است، باید وکیل بگیرین، امکانش نیست، ولی بازم تلاش بکنین از طریق وکیل. من چیزی خاصی گفتن نمیتونم. از اول گفتیم که از ایران نمیتونن بیان. اگه کسی میگم بعد از اینترویو ویزه تسلیل صفت بایومتریک، یعنی که خب میزیور بایومتریک هم بشه، یعنی که ویزیور میدن امکان دارم ندن، فرق نمی که بایومتریک جزی از پروسس ویزا است. خب فکر میکنم سوالات زیاد دیگه ای نیست در این قسمت. یعنی کسایی که خانم به بچه هاش در آلمان هست، تکلیف شوهرش که از یونان آمده آلمان چی میشه؟ امکان داره پس بفرسته؟ نه خیر، کسی که خانوادهش آلمان است او رو پس نمیفرستن. جواب آقای عجت رو بده لطفا. آقای عجت دوباره کامنت بده، ندیدم سوال شما رو باشه زهرا جان، ندیدم، همه کامنت ها رو نمیبینم. چیگه تمام کسایی که دانشجو هستن میشه؟ فرقی نمیکنه، ولی بعضی سوال ها شما میفهمید چقدر تکره. مثلا ما گفتیم دانشجو باشه با افغانستان باشه زیر 35 سال باشه، حالا فرق نمیکنه هر رشته تحصیلی، حالا یکی میپرسن بگه من استوماتولوژی رو میتونم، یکی میگه من خبرنگاری میتونم، همه میتونن. در مورد بورسی تحصیلی اول ویدیو کاملا واضح صحبت کردیم، وقتی قطع کردم دوباره ویدیو رو اثر ببینیم.
فخریه پوپل فکر میکنم جواب شما رو بدادم. بابا واسه جان خوش آمدیم، خوش آمدیم. چی داریم؟ ساعت شما خوب؟ باشه بخونم کامنتار سوالان. یک موضوع در قسمت پناهندگی دوزی بودم دوستا. خب خیلی از کسا روزانه شاید ناراحت هم بشن بگم چرا اینا جواب نمیدن، چی به دفتر ما بهم بگم جرمنی، چی به اینجا به ما مینویسن. میگن من معلم بودم، سیاسی بودم، امنیت ملی کار میکردم، نمیفهم خبرنگار بودم، آلک جان من بخاطر میخوام به آلمان درخواست پناهندگی بودم، به افغانستانم یا به ایرانم یا پاکستانم میخوام به آلمان درخواست پناهندگی بودم. متاسفانه این سوال دیگه من میقدر جواب دادم که دیگه اصلا از این چیز سوالا جواب نمیدم، چون واقعا دیگه چند بارم در موردش صحبت کردیم. نمیفهم چرا نگوش میکنن، بعضیا نه مطالعه میکنن و هیچ فایده کاری. پناهندگی، قانون پناهندگی در تمام کشورهایی است که شما حضوراً به او کشور پناه آورده باشین، شما از کشور خود فرار کرده باشین، از هر طریق ممکن به این کشور آمده باشین، پناه آورده باشین، بعد از او شما بیاین حضوری همو کشور باشین، برین به اداره پناهندگی درخواست پناهندگی کنین. شما هیچ وقت نمیتونین که بیرون از یک کشور از او کشور درخواست پناهندگی کنین. درخواست پناهندگی بیرون از کشور فقط از یک طریق ممکن است، از طریق ملل متحد. کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگی و مهاجرت یا UNHCR که در بعضی از کشورها مثل ترکیه، هندوستان، پاکستان، تاجیکستان اینا نمایندگی داره. قبلا نو از این طریق خیلی مردم درخواست پناهندگی میکردن، به همون کشور میموندن، از سازمان ملل درخواست پناهندگی میکردن، سازمان ملل درخواست پناهندگی از اینا به کشورهای مختلف میفرستاد، هر کشوری که امکاناتش داشت پناهجو بپذیره پناهندار میپذیرفت و از همون کشور اینا رو میآورد. اما متاسفانه بیرون از سازمان ملل دیگه هیچ کسی نمیتونه از یک کشور مستقیم درخواست پناهندگی بکنه، چی از سفارت از اون کشور، چی هم از طریق ایمیل و آنلاین. شما نمیتونین اگر در ایران هستین، افغانستان هستین، پاکستان هستین، تاجیکستان هستین، ترکیه هستین، از آلمان، از سویدن، از نروژ، از هر جای دیگه درخواست پناهندگی کنین. پناهندگی گفتم باید به اون کشور باشه. بنابراین همچی سوال دیگه نپرسین. این مسئله که کسایی که درخواست دادن به می فقط دو هفته بود، فقط دو هفته بعد از سقوط افغانستان، از 14 آگوست تا آخر آگوست که اینا ایمیل میدادن، درخواست میدادن و آلمان اینا رو می آورد و برشان تایید میداد، این مسئله پناهندگی نبود، این مسئله ایواکویشن بود یا یک برنامه نجات بود برای کسایی که در معرض خطر قرار گرفته بودن. دو هفته هم برنامه عملی شد، میلیون ها نفر به مو دو هفته فقط درخواست پناهندگی دادن. حالا شانس از تعدادی میلیون ها نفر شاید 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر بالا اومد و اینا تاییدی هم گرفتن و با آلمان آمدن. و حتی کسایی که میبینین تاله دارن میاین فقط دو کتگوری هن، یا کسایی هن که با آلمان کار کرده بودن، کسایی که با آلمانی ها کار کردن همیشه میتونن، حتی میتونن امسال سال دیگر وقت درخواست بدن و بیاین که رسمن با خود آلمانی ها کار کردن، یا هم کسایی که همون وقت با آگوست درخواستی داده بودن و درخواستی هاشون پذیرفته شده بود، تاییدی گرفتن و حال کارها اینا تموم شده دارن میاین. بعد از آگوست هیچ برنامه بازی هیچ کشوری، نه تنها آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، هیچ کدومش هیچ برنامه‌ای ندارن که شما درخواست پناهندگی بفرستین و اونا شما رو به شما تاییدی بدن و شما رو بیارن به آلمان یا با هم دیگه کشور. به خاطر همین دیگه هیچ خود خواهیت نکنین و همین سوال هم نپرسین که من جان ما به خطره میخوام به آلمان درخواست. بعضی همین نوزن من طلاق گرفتم، طفل دارم، جانم به خطر است، فرار کردم از خانه خو، میخوام به آلمان درخواست پناهندگی بدم. این کلن عزیز های اشتباس. کسایی هم که به خاطر 4 قران پول برای شما میگن بیا که من به تو درخواست پناهندگی بفرستم، باید برام پول بده، بیا فلان کشور به این لینک تور ثبت نام کنم، همه دروغ است، هیچ باور نکنین. تا وقتی که از خود وزارت داخله خارجه به شما ایمیل نیامده، کد مشخصی نیامده و به شما گفته نشده که با این کد برین به سفارت افغانستان درخواست ویزا کنین، خود خود سرگردون نکنین به جرمان. خب دوباره رفتم یک عالم به شما سخنرانی کردم. ببینم اگه سوال دیگه ای که مربوط به این موضوع میشه نباشه از حضور شما مرخص میشم. خب در مورد بورسیه های تحصیلی صحبت کردیم، در مورد برنامه پذیرش 5000 پناهجوی جدید صحبت کردیم در اول ویدیو.
خیلی از دوستان به تای ویدیو گفتن که بیایم که کمی خودم اختلاط کنیم، راستم میگن حق دارین، به خاطر از اینکه از فضای خیلی رسمی بیرون شیم، چون این برنامه رو میخوام ثبت کنم که خیلی از کسایی که ندیدن ببینن و شما هم بریم قسمت اول برنامه رو ببینین، دو موضوعی عمده که توضیح دادم سوالات خود جوابش رو ببینین. من دوباره این قطع میکنم، سیو میکنم این لایو رو، دوباره میام به یک لایف خودمونی که با هم دیگه چیکار کنیم، اختلاط کنیم، کمی خود شما از هرات قصه کنیم، از افغانستان قصه کنیم، از خورتکی ها قصه کنیم، مثل همیشه لایف هایی که میامدم. دوباره بیاین، این لایف رو قطع میکنم، خدافظ، سیو میکنم، چون لایف بعدی باز خصوصی و صمیمی هست، او رو باز سیو نمیکنم. خدافظ، تا چند دقیقه بعد.